بالاخره جهان با افغانستان چه خواهد کرد؟ آیا برگزاری نشست های سازمان های جهانی و کشورها می تواند یک نقشه راه و یک خروجی برای قضیه افغانستان پیدا کند؟ پس از برگزاری نشست دوحه، طارق علی بخیت نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی از برگزاری یک نشست دیگر توسط سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان خبر داده است. نماینده ویژه این سازمان در نشست دوحه گفته است که موضوعات افغانستان در اولویت آجندای اجلاس کشورهای اسلامی خواهد بود. او زمان برگزاری نشست را مشخص نکرده، اما گفته که مکان برگزاری این نشست کشور گامبیا خواهد بود. در برنامه امشب این موضوع را به بررسی میگیریم و میپرسیم که برگزاری چنین نشست ها در چه صورتی تاثیرگذار است و مسئولیت کشورهای اسلامی در قبال افغانستان چیست. بحث امشب زاوی است. با سلام و وقت بخیر، شما بیننده برنامه زاویه از تلویزیون راه فردا هستید. من قاسم عادل‌زاده هستم. مهمانانم در این بحث آقای اسماعیل قرنی، کارشناس امور سیاسی از طریق خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند و آقای سلیم پیگیر، رئیس حزب متحد فکری افغانستان اینجا در استودیو حضور دارند. هر دو مهمانم به بحث خوش آمدید میگیم. آقای پیگیر، بحث با شما شروع میکنیم. تداوم برگزاری نشست های بین المللی سوی سازمان های جهانی را شما درباره افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟ تکرار این نشست ها به باور شما بدون این که تاثیرگذاری خاصی روی وضعیت افغانستان داشته باشه به معنی چی است؟ سلام خدمت شما قرنه صاحب گرامی و بینندگان عزیز تلویزیون شما. بیرنده طول دو نیم سال اگر راست پرسان کنیم مردم افغانستان دیگه خسته شده از همچه جلسات که یک روز در دشنبه و یک روز در پنجشنبه و یک روز در اسلو و یک روز در مسکو و یک روز در دوحه. مردم ما دیگه خسته شدن. چرا خسته شدن؟ که امو امید رام که به سازمان های بین المللی داشتن او رام دیگه از دست دادن. و باور داشته باشین که هیچ سازمان بین المللی به شمول اینمی سازمانی که به نام اسلامی است اصلا سر موضوع افغانستان آن طوری که ما شما میخواییم، آن طوری که مردم افغانستان میخواید حتی بحث هم نمیکنن، فیصله رو خودش میکنه. مثال زندگیش همی جلسه دو سه روز پیش دوحه که چقدر مردم افغانستان امید داشت، توقع داشت که در مورد افغانستان باید فیصله های جدی صورت بگیره. ولی ما دیدیم که شرق یک سو پافشاری داشت، کشورهای غربی دیگه سو. یعنی هر کدامشان میخواستن که امی جلسه را مدیریت بکنن و به نفع خود بکشانن. از این سبب بود که این جلسه یک جلسه ناکام بود و این دستاورد به مردم افغانستان نداشت. چرا این حرفا رو میزنم؟ ببینید ما شما در افغانستان در کابل زندگی میکنیم، از وضعیت بد اقتصادی مردم افغانستان به کلی آگاهی داریم. درست. اگر واقعا همین کشورهای اسلامی که داینده نزدیک جلسه میکنن، کشورهای غربی، کشورهای شرقی واقعا دلسوز هستند به مردم افغانستان، حداقل هر روز اعلان میکنند که 30 میلیون از گشنگی میمره و 20 میلیون میمره و هر روز خودشان که چقدر مردم ما زیر خط فقر است. و واقعا ما هم که ببینیم مردم افغانستان بسیار اقتصاد بد دارده میشارد. پس چرا از این شروع نمیکنند و هر کدامشان میخواید فرمایش های حق و ناق؟ پس اونا اصلا کشورهای اسلامی که داینده نزدیک جلسات در جنیخ ما میبینیم که عربستان سعودی است، که همی قطر است و دبی است و کشورهای دیگه که بسیار زیاد سرمایه دار است، اونا میتونند همی شرایط حاد مردم افغانستان را کمک بکنند. ولی ما شما را فریب میتونیم جلسه در یک کشور است، یک کشور است و ما شما به هر جلسه امیدوار امیدوار. ولی کارا به معنی چی است آقای پیگیر؟ تعهد میکنن که از مردم افغانستان حمایت میکنن، با مردم افغانستان این فقط دمو صدد یک بیان است، باور بکنیم. هدف اصلی چیست؟ سازمان ملل متحد الان ما کد زنای افغانستان هستیم، ما کد جوانای افغانستان هستیم، ما کد اطفال افغانستان هستیم. کجاست؟
اون دم روی کاغذ یک چیز کنشته کردن، فقط خوانده میرن بس. ولی اون طوری که باید در پهلوی مردم افغانستان باشن که نیستن، نه کشورهای اسلامی نه کشورهای غیر اسلامی. اون طوری که باید در پهلوی ما شما قرار بگیرن که نگرفتن و فکر نمیکنم که از این بعد اونا در پهلوی ما باشن. ممنون شما دوباره. من به شما آقای قرنه، شما تداوم برگزاری نشست های سازمان های جهانی و کشورها را درباره افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟ طوری که در جریان هستید پس از برگزاری نشست دوحه، طارق علی بخیت نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان گفت قرار است این سازمان یک نشستی دیگری را درباره افغانستان در آینده نزدیک برگزار بکند. این برگزاری نشست ها طوری که آقای پیگیر هم اشاره کردن یک نتیجه نداشته و درد مردم افغانستان تا کنون دوا هم نکرده. به معنی چی است؟ چی نتیجه تا کنون داشته و چی تاثیرگذاری شما دیدین؟ سلام خدمت شما، خدمت پیگیر صاحب و مردم عزیزم. یقینا این نشست کشورهای اسلامی دوام امید نشست 18 و 19 فوریه در دوحه بوده و به تعقیب از دوام نشست شورای امنیت بوده، و دلیل این که کشورهای اسلامی مانند طالبان خود منزوی فکر نمی کنند. اونا خود هر کدامشان خود عملا عضو جامعه جهانی می دانند و اونا می تانند و می خواهند که بمی فعلا که همین تکنولوژی وجود داره، همین پیشرفت های وجود داره، در همین سیر کتی تمام دنیا حرکت بکنند و اینا همیت می درک کردن که کل دنیا از برکت تکنیک معاصر یک دهکده شده و اینا نمی تانند در این دهکده منزوی و از هر کس و اصطلاح دموکراتیه و مخالفت زندگی بکنه. شما ببینین پیگیر صاحب دقیق تماس گرفت ولی من میخوایم یکمی دیگه پیش برم و موفق همین جلسه دوحه جوانب منفی هم داشت، جوانب مثبت هم داشت. جوانب مثبتش دایی بود که امو دوسیه که زیر میز بوده، زیر خاک ها بوده، یک بار بیرون برآمد که بحث روش شود، صحبت شود و از طرف دیگه یک وسیله شد که صدای مردم خاموش در سطح جهانی به جهانیان رسانیده شد. و دومی است که یک پیغام جهانیان و مردم افغانستان برای طالبان فرستاده شد که مردم افغانستان چی میخواهد، دنیا چی میخواهد و طالبان چی میکنند. و سوم مطلبی است که امی فواصله که بین طالبان و جهان به وجود آمده و اینمی عدم تعامل که است، بینمی پروگرامی است که اینمی عوامل جستجو شود، تحلیل شود، تجزیه شود و کوشش دهی است که چطور از یک رای حل بیرون شود. و از جانب دیگه شما در جریان هستین که به نمایندگی طالبا در اکثر جلسات یک تعداد لابیگرا و حامیا صحبت ها میکردن. آنی در این طور جلسات صحت و سقم زنی ازارات هم معلوم میشه و تا یک اندازه یعنی اصلا پروگرام خویی طور بود که یک آماهنگی مطلق با وجود بیاد، باز هم اطور نیست به طور یعنی یک نسبی با وجود آمد. چنانچه پیسه با برش تماس گرفتن، جوانب منفیش است که واقعا ضروری طور بود که اصلا مشکلی است که هم در افغانستانش ما وجود ندارد، هم در منطقه وجود ندارد، هم در جهان هم یعنی ما و شما دیدیم که وجود ندارد. لازم بوده که واقعا نماینده های واقعی مردم افغانستان که مردم افغانستان است، امی گروه حاکم است و اصلا احزاب و گروه های مدنی جامعه جهانی اینا باید نماینده واقعیشان اینجا صحبت میکردن. بدبختی ای است که اینن مانند جمهوریت دنیا صرفا به مو کسای اکتفا میکنن که لسان انگلیسی را میفهمن. در جمهوریت هم عین همین سیستم بوده، کسایی که دریجه نه تحصیل داشتن نه تجربه کاری داشتن اصلا در اینجا بار دوش همین کشورها بودن
اینا را با وسیله و واسطه و به یک شکل نیرنگ افغانستان بردن، وزیر، والی و رئیس مقررش کردن و یک مشکلات با وجود آوردن. ما بازم میگیم که اینمی نشستا هم باز هم همی تو اشخاص و افراد که صرف انگلیسی میفهمند، مانند سایر دوستایی که در افغانستان هستند، در بیرون هستند، اینا می تجربه دارند، افغانستان هم میشناسند، مزله های افغانستان هم میشناسند، میتونن که اونا به اینا راه های دقیق نشان بدن. اینا اونا را نمیخواین. حتی اگر مراجعه هم بکنن، ما میالی یک تعداد برش مراجعه هم صورت گرفتن و اینا نخواستن که مراجعه بکنن. عالی دو گفت شد. برای مردم افغانستان بدون تفاوت است. ملا هیبت الله هم به درهای بسته شیشته و تصمیم میگیره، ولی ملل متحد هم به درهای بسته صحبت کردن، هیچ کس برش سرش نفهمیدن. تصمیمی طور بود که یک نماینده ویژه باید در میجه داخل باید تعیین شوه، اونو هم تعیین نشد. گپش به ملل متحد، به شورای امنیت رسید. در شورای امنیت هم آمیالی موضوع داغ، موضوع غزه است. و به هر صورت ما خوشبین هستیم که یک رای حل پیدا شوه. و آلی اینا چون به حساب اینمی خودش، اینمی هم یک حرکت ملل متحد است، به خاطر از اینکه تمام کشورهای اسلامی عضو ملل متحد هستند. اونا خود از ملل متحد خارج نمیدانند، اونا شامل تصامیم ملل متحد هستند. با اون خاطر هم این هم یک به حساب گوشه فعالیت ملل متحد است. امیدوار ما هستیم که اینمی تلاش ها یک نتیجه بده. سپاس آقای قرنی. حالا شما دو تا دلیل در صحبت هایتان ذکر کردین. حالا دلیل این که این نشست ها نتیجه چندانی روی وضعیت افغانستان نمیگذارد، نبود اجماع هست و یا حضور کسایی که در این نشست ها صرفا انگلیسی بلد هستند؟ بله، من خود گفتم که اجماع وقتی میشه که اینا با کسای تاثیرگذار تماس بگیرن و اینا امیالی امین نماینده که تعیین شد فریدین اوغلو، اقتداد افغانا با اونا تماس گرفتن، برشان گفته شد که شما میتونین که در داخل افغانستان، در داخل افغانستان بسیار اشخاص و افراد بسیار مستعد هستن، میفهمن که مشکل حل بکنن. خو اینا به او اکتفا نکردن، ولی اینا به این فکر کردن یک چهار نفر پنج نفره که بخواین، اونا نتیجه هم ندادن. خب بازم ما پورا کاملا به نتیجه فکر نمی کنیم، ولی ما میگیم امیدوار هستیم یک صدا بلند شد. تشکر آقای قرنی. یعنی این نشست ها آری از مفاد نیست. تشکر آقای پیگیر. آقای قرنی به این باور هستن که این نشست ها آری از مفاد نیست، تأثیر گذاری داره، اما نتیجه ملموس روی وضعیت افغانستان در پی نداره. باور شما چرا نتیجه ملموس تاثیرگذاری خاصی روی وضعیت نمیگذارد؟ دلیل شما در چی میبینید؟ ببینید، خب دلیل اول که اول خود میان افغان ها یک اجماعی وجود نداره. دو، میان جامعه بین المللی هم اجماع وجود نداره. شما در این نشست دو دیدین که هر کشور از خود میدرنگ ها. سازمان ملل اول یک اجماع بین المللی را درباره افغانستان روی دست بگیره و افغان ها هم اشتراک میکنن، باید یک اجماع ملی داشته باشه که بدبختانه هر دویش نیست. ببین چرا ما این گپا رو میزنیم؟ ما شما در کابل هستیم، ما شخصا میخوایم که دیگه جنگ نباشه، ثبات دائمی باشه، صلح دائمی باشه، گرسنگی نباشه. این خواسته، شاید خواست اکثریت افغانایی که در داخل هستن، اکثریت اونا امیر میخواهند. ولی افراد، اشخاص که در همچی جلسات اشتراک میکنه، اونا چی میخواهند؟ ما به خاطر اینکه انگلیسی رو میفهم حتمی در قدرت بیاید. خواستا چه که فرق میکنه؟ ما میگم خدا کنه همی حکومت کلش برادرای زارین باشه، ولی خدماتش بر مام برسه، بر مردم پکتیکان برسه، بر بدخشانم، بر ایراتم، به مزار خدا کنه کلش ازاره باشه، خدا کنه کلش پشهی باشه، خدا کنه، ولی بر ما خدمت بکنه.
اگر تمام افغان ها بالای حرفای ما یک اجماع داشته باشیم، باور کنین که موضوع افغانستان زود حل میشه. سپاس آقای پگیر، دلیل اصلی نبودی اجماع هست میان مردم افغانستان؟ بدون شک ببینید، من خود گفتم نی کسایی که به نمایندگی ما و خود تو اشتراک میکنه، او چیزی که ما و تو میبینیم و نمیبینه، او چیزی که ما و خودت میخواییم بختر ما و توست میجه ایجه ما و تو سر خود زیر شمشیرها گرفته این صحبت ها رو میکنیم، ولی او از آلمان میره یا از امریکا میره، تیارش تیار، موترش تیار، دخترش مکتب میره، بچهش مکتب میره، سه وقت نانش هست. اگه هیچ چیز نباشه ماش سوسیال است، ولی ما خودت در پیسه کرای تکسی که تا دفتر بیایم چه قسم بیایم در او حیران استیم. ممنون شما. فرکت ها چقدر زیاد است نی؟ پس هر واده که نماینده های اصلی مردم افغانستان ولو از خارج باشد که ما خودت در کده بتانه اونا در همچه جلسات اشتراک بکنه، و فکر میکنم صدای اصلی مردم افغانستان بلند میکنم. تشکر خواهی پگیرسه. چگونه میشه یک اجماع ایجاد کرد؟ یعنی چگونه میشه یک اجماع و یک چتر مشترک برای همکاری به وجود بیاید تا از این نشست ها به نفع مردم افغانستان به گونه خوب استفاده شد؟ ببینین خب، قبل از این که از امارت اسلامی و یا از افراد اشخاص دیگه دعوت میشه، ما باید کارهای خانگی خود بکنیم که از انتقادهای جامعه بین المللی خود در امان نگاه کنیم. تشکر آقای پگیر. مشکل اصلی نشعاب و چند دستگی مردم افغانستان بدونیش. ممنون شما آقای. غرنه ریشه این نشعاب ها و چند دستگی مردم افغانستان به کجا برمیگرده؟ چگونه میشه این مشکل حل کرد و چگونه میشه یک اجماع تشکل داد و چالش هایی که وجود داره از طریق گفتگو و مذاکره و نشستن بالای یک میز حل کرد؟ یقیناً همه گپا از رای گفتگو حل میشه. اینطور نیست که همه مشکل تا آخر دوام بکنه. در بین افغان ها هم امکان زیاد که اجماع از طریق گفتگو عمیالی شروع شده، هم در داخل افغانستان هم در بیرون افغانستان. در بین افغان ها یقیناً ما هم عمیالی یک نوزت داریم، من خودم مسئولیت این نوزت دارم، ما تماس های خود داریم. ما باید دیر بگویم برای دوستا که باور بکنین که درد افغانهای خارج بیشتر از درد افغانهای داخل افغانستان به خاطر زی است که وقتی که اینا ایجاد سهولت ها رو میبینه، پیشرفت ها رو میبینه، این ترقی و تعالی رو میبینه و دوجه ملت خدا اوتر خوار و زار و ذلیل میبینه، این اصلا امی سهولت ها برزید زر و او خاطر امیالی که ما میالی مد باور بکنین که یک بسیار کار خدا ایلا دادم، گفتم بان که یک صدا شوه و من صدای خدا بلند بکنم. امیر هم ما تصمیم داریم که هم پول خدا، هم وقت خدا، هم هر چیز خدا فدای مردم افغانستان بسازیم. ولی مثلا گپ دایی است که باز هم مشکل دایی شده که هم شما خبر دیدین که در خود دوها یک تعداد کشورهای منطقه به شمول پاکستان، ایران، روسیه و چین یک نمایش انجام دادند. اون نمایش صرف به خاطر اینکه گفتن که اگر طالبا موافق باشند با نماینده ویژه ما هم موافق هستیم. این موقتی بوده، این دائمی نیست، این هم به خاطر منافع ملیشان بوده. ولی چنانچه پیگیر صاحب برش اشاره کرد، من یعنی به شما یک چیز میگم، ویلیام برس رئیس CIA است، رئیس CIA اینا را این آدم را به نام باهوشترین کس امریکا میدانند. او هم یعنی چند روز پیشتر در مقاله خود اعتراف کرد که فعلا امریکا اونمو سردمداری بلا منازعه خود را در جهان از دست داده و این را به خاطر زی از دست داده که جهان صنعتی و آغاز هستوی آلی به طرف جهان فناوری و جهان هوش مصنوعی در حرکت است. و او امکانات که ما دیروز داشتیم اینمی امکانات را آلی نداریم. با او خاطر ای را باید ما قبول بکنیم که جهان آلی یک قطبی نیست، نه تنها تا میشه که چند قطبی شود و به حساس منافع مشترک و منافع ملی مملکت ها پیش میرن. فعلا امریکا هم به این فهمیده که
من دیگه نمیتونم که هر فرمایش خود سر دنیا عملی بکنم. من اضافه میکنم که در داخل امریکا میالی دوگانگی وجود داره، با متحدینش در اروپا دوگانگی وجود داره، و حتی اینمی کشورهای گوش به فرمانش که در کشورهای شرقی میانه و کشورهای همجواری بوده، این هم امی حرکاتهای چند روز پیشترش به ارتباط غزه، اینمی هم یک فاصله ها را به وجود آورده. بناهن یعنی امیالی ضرور است که طالبا به هوش بیاید، باید از این فرصت ها عظمی استفاده بکنن. خود با یگان روایت های بسیار غلط و به بساط ضعیف خود بند نسازن، همه گفا سعی کنن. دنیا کت زنا به حساب عقیده روابط نمیگیرن، دنیا به ارتباط زیر روابط نمیگیرن که تو چه رقم مسلمان هستی. دنیا به حساب منافع ملی و منافع معنوی کت زنا تماس میگیرن. و اینا اینایی را باید درد بکنن. امیالی که ایران و پاکستان و چین یک نمایش انجام دادن یا موقتی است، و ایره ما بارتان همیجم اعلان میکنم که این سرانجام این هماهنگی صورت میگیره. خب ما میگیم که از این فرصت ها اگر طالب استفاده نبکنه رو به زوال است. سپاس. و این دیگه پیش رفته نمیتونه. با توجه به بخش نخست صحبت های شما در کل با برگزاری نشست هایی که صورت میگیره از طرف کشورها و سازمان های جهانی خوشبین هستین، یعنی این نشست ها میتونه یک خروجی برای افغانستان و یک نقشه راه برای افغانستان ترسیم کنه، درست؟ من گفتم من خود این دفعه به شما اولین بار آمدم، ولی من معمولا گفتم که معزل افغانستان حال جهانی شده. این هم از طریق دوحه همین مشکل ایجاد شده و ضرور است که باید در سطح جهان این حل شود. ولی مشروط بر این که نماینده های واقعی مردم افغانستان اوجا حضور داشته باشه، در اوجا مدعی هم حضور داشته باشه، مدعی علیه هم حضور داشته باشه، حامی هم حضور داشته باشه، و کسی لابیگر که از او هم حضور داشته باشه، هر کس دلایل خود دلایل مقنع و منطقی خود اوجا بگه، نه ای که عقب دروازه های بسته هم در داخل افغانستان فرمان ها صادر شود هم در بیرون افغانستان. و این را ما براتون میگم که ما سرزمین ملل متحد همی کشورها فشار آوردن، دوستا خو میگن این افغان ها بی آرام نشستن، ما میالی برشان گفتیم، هر روز برشان تماس داریم، برشان میگم که اینمی ما دیگه کار نداریم، اینمی تعهد را که دوحه امضا کردی لطفا به می یک دفعه رجوع بکن که کدام بندش قبول شده. تشکر، یک جان سپاس. آقای پرگیر، چرا نمایندگان واقعی مردم افغانستان در نشست هایی که درباره افغانستان برگزار میشه دعوت نمیشه و اضافه بر این چنانچه نمایندگان واقعی مردم افغانستان در این نشست ها دعوت نشه و این نشست ها نتانه وضعیت افغانستان به سمت بهبودی حرکت بده، و یعنی این نشست ها تأثیر گذاری خاصی روی وضعیت افغانستان نگذاره، راه حل اساسی دیگر چی است؟ اول خود در طول تاریخ همون کسایی که واقعا به خیر مردم افغانستان بوده اونا همیشه سرکوب شدن، نه تنها که اونا رو اجازه در همچو جلسات ندادن بلکه سرکوب شدن. و امروز هم این سلسله روان است، باور داشته باشی، به خاطر که من پیشتر گفتم که نه ما میخواییم که دیجه یک صلح و ثبات دائمی باشه، نه جامعه جهانی میخواییم. اول ما میخواییم دیجه، اگر ما خواسته باشیم حکومت سرپرست باید یک اجماع ملی را در افغانستان جور بکنه سر مسائل افغانی، سر مسائل بسیار حاد افغانی که ما نداریم. من میشه گفتیم هر وقت باشه خداوند مرا قدرت بده نیمی ارگ آتش میزنم که در وجود دیگه کس نره، وقتی هر کس میره غرور پیدا میکنه، مغرور میشه، چهار تا کلاشنکوف و تانک کونه را که میبینن خداوند فیرا میگه دیگه نمیست مستم بلا در پس مردم افغانستان. این در طول تاریخ تکرار شده رفته، اونجا باید آتش زده شوه، قصر ریاست جمهوری رو در یک خرابه ببرن که دو سال بعد، سه سال بعد دوره این جمهور اینجا خسته شود. او مجبور شود ببینه از طرف خود و طرف مردم حال او تو نیست، تو قصر نان تیار از در 24 سال پلاو است، چلاو است، سال نیست، در میشه بودن
موترهای زیره از بودیگارد ها از همیت گرفتگی است، برق 24 ساعته. او چرا چی میکنه؟ او چی کجا آقام موتره باید بخوره؟ و چرا بخوره؟ و ما شما هم که تیت پراغنده. پس هر وادی که حکومت ها خواست که صدای بر حق مردم افغانستان در سطح ملی و بین المللی بلند شوه، ولی از هر جایی که باشه صدای بر حق، از استرالیا باشه، از کانادا باشه، از امریکا باشه، ولی افغانهای حاصل که به این وطن وفادار باشه، از داخل باشه، از خارج باشه، فرق نمی کنه، ولی صدای بر حق مردم افغانستان، اون کسایی که صلح و ثبات دائمی رو در این وطن میخواهد، اونا باید صلاح، ولی بدبختانه که دقیق سپگر صد، حالا این نشست هایی که در مورد افغانستان برگزار میشه از سوی سازمان های جهانی، سازمان ملل متحد، مثلا سازمان همکاری اسلامی و کشورهای خارج برگزار میشه، چرا در این نشست ها کشورهای خارج نمایندگان واقعی مردم افغانستان چرا بخواهد؟ مشکل چی است؟ چرا بخواهد؟ سوال از اینجاست، آیا ما خودت، حکومت ما، حکومت های پیشین، حکومت های امروز صدای واقعی مردم افغانستان مانده که جامعه بین المللی بخونه؟ هرگز نه. ما خودت که کسی که میخواهی این وطن جور شوه او را دوست نداریم، باید از خارجی ها چی گله کنیم؟ سپاس. چنانچه در این نشست ها طوری که آقای قرنی هم گفتن و شما هم میگین، نمایندگان واقعی مردم افغانستان دعوت نشه و این نشست ها هم منجر به یک وضعیت خوب نشه و منجر به یک نتیجه ملموس نشه، فکر میکنید شرایط به کدام سو خواهد رفت؟ ببینید، خب اگر واقعا صدای مردم افغانستان در داخل و در خارج کشور شنیده نشه، تاریخ تکرار شده میره. شما رفع تاریخ افغانستان بخونید، دور نرین بسیار که همین چل چند ساله بخونید، همین 20 سال آخره یک بار پیشریتان بیارید کجا هستن امونا. پس اگر ما از تاریخ، از گذشته های خود نیاموزیم، تکرار تاریخ میشیم. سپاس. پس بیاییم که تکرار تاریخ نشیم، هم مردم افغانستان، هم حکومت افغانستان. حکومت سرپرست یعنی امارت اسلامی افغانستان باید بفهمه که حکومت هایی که مردم همراهش نبوده، او حکومت ها سرنگون شده. پس بیاییم که با مردم باشیم، با مردم هم نوا و هم فکر بسازیم. امارت اسلامی باید بفهمه که نمیشه 40 میلیون طالب بسازیم، ناممکن است. پس بیاییم با مردم بسازیم. تشکر آقای. یگانه راه نجات مردم افغانستان سازش است، با همه مردم افغانستان بدون تعصب، و هر حکومت، هر گروه، هر حزب، هر تنظیمی که تعصب داشته باشه ولو در مقابل اهل و نود افغانستان، حکومت ها ناکام است. پس بیاییم که چیزی که برای خود میپسندیم برای همه مردم افغانستان میپسندیم، بدون از این که حتی به فکر ما باشه که کی از کجاست و کی مربوط کدام ملیت است. بیایی که بریم به طرف یک ملت بزرگ که در او تمام مردم افغانستان باشه، هیچ کس خود بیگانه فکر نکنه، در حکومت ها که مردمش خود بیگانه فکر بکنه، حکومت از خود ندانه و خود از حکومت. ما باور دارم که تاریخ تکرار میشه و حکومت ها عمر دراز نمی داشته باشه. سپاسگزارم آقای پرگیر، ممنون شما. آقای قرنی، بالاخره تداوم نشست ها درباره افغانستان به کجا خواهد رسید؟ باور شما جهان بالاخره با افغانستان چی خواهد کرد؟ و اضافه بر این، من حیث فرجامین پرسش برنامه اگر مطرح بسازیم، اگر وضعیت به صورت کلی و بررسی بگیریم، چشمانداز چگونه دیده میشه؟ ما اونقدر به شما چی نیست، نامید نیستم و اینوی ما با شما پیشترم گفتم که این آغاز پروسه است و این پروسه آغاز شده، اونو میز از زیر دوسیه از میز زیر میز خاک برداشته شده. اینمی جلسه دوحه که است، حتی جلسه ملل متحد قبل از این گرفته شد،
نماینده ویژه تعیین شد. یعنی این تماس ها وجود دارد. ما امیدوار هستم که اگر حکومت یعنی گروه حاکم هم بخواهیم، ما هم بخواهیم، پیگیر سیم هم بخواهیم، شما هم بخواهیم، یعنی یک حرکت شروع شده. و حرکتش دایی است که در داخل افغانستان ما با این اکتفا نمی کنیم که نمیشه. باید چی صورت بگیره. امیانی با شما میگیم که ما با کسایی که امیانی میزبان همچو جلسه هستند تماس ها وجود دارد. ما مدلل ناکامی شانه میگیم و به حساب اونمو پروگرام هایش که کلش نقش بر آب میشه و برش گفته میشه که به این دلیل به این دلیل به این دلیل. بناهن ما امیدوار استیم که جلسه بعدی به اشتراک نماینده های واقعی مردم افغانستان از داخل افغانستان گرفته شود و در بیرون افغانستان هم کسی هست که واقعا مربوط به کدام سازمان استخباراتی نیست یا پروژه‌ای نیست و اونا کوشش به این بکنن که واقعا بس از دیگه. یعنی گپ پیگیر صاحب که جنگ هم چقدر باشه، ناامیدی چقدر باشه، کشتار هم چقدر باشه، اگر به این اندازه که ما مثلا نیم قرن 50 سال در این وطن جنگ است و اینا ما انواره اینا رو مستند مدلل برشان میگیم، ولی ما اصلا گپ مدعی است که طالبا باید باهوش بیان که روابط با دول دیگه با کشورهای دیگه با اساس عقیده گرفته نمیشه و وقتی که تو عقیدت مطرح بکنی او سر تو ریشخن میزنه، تمسخر میکنه برات که تمام روابط با اساس منافع ملی است و این منافع عقیدوی جز ششم بیستم منافع ملی است. ما چندین باری منافع ملی رو در این صحبت ها گفتیم که هر کس که میکنه تماس میگیره آتش در خانه من روشن است. من مسئولیتی دارم که مردم دعوت بکنم، جلسات باید باوجود بیارم. اصلا اینمی جلسه را باید طالبا میگرفتن، طالبا باید تلاش میکردن که در دوحه باید همچون جلسه گرفته شود. اگر واقعا یا میخواستن در افغانستان یک صلح و ثبات و ترقی و تعالی یک کشوری که باوجود بیاید که اوجا اصلا از این حالت ما بیرون برایم، ولی این فرصت از دست دادن. ما امیدوار هستیم که از این درس عبرت گرفته باشه، در آینده نشستا اینا حضور پیدا بکنن، فعال حضور پیدا کنن، با عقل و با منطق حضور پیدا کنن، خصوصا در این جلسه ای که پیشرو است، در جلسه کنفرانس اسلامی در این اشتراک بکنن و اینا باید از این استادای خود بیاموزن، از این پاکستان بیاموزن، از این ایران بیاموزن. اینا هم کشورهای اسلامی هستن و حتی از می کشورهای عربستان سعودی که قبله ماست از او بیاموزن. بناهن که هیچ کس با عقیده مقدس خود مخالفت نداره. این کشور سالهای سال است که مسلمان است، خوبترین مسلمان است. ما می خواهیم که کشور اسلامی باشیم و یک کشور مترقی باشیم، یک کشور باشیم عظمی منافع شار خود عظمی استفاده بکنیم و دیگه مردم دعوت بکنیم که در کشور ما بیاید. باید اینمی تلسم شکستنده شود و ایش تلسم به ایش شکستنده نشود که ما مایوس باشیم. مایوس باید به هیچ صورت نباشیم. باید ما باید با مو پاسته های واقعی مردم افغانستان باید رجوع بکنیم، مطابق زو خود عیار بسازیم. در غیر زو شکست ما حتمی است. مهمانان گرامی، آقای پیگیر و آقای غرنه، از خود شما در برنامه سپاسگزاریم. و همینطور تشکر از شما بینندگان عزیز که برنده برنامه زاویه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.